باعث میشه که ما بتونیم مدل‌های اینستانس‌های مختلفی از یک مدل داشته باشیم که پروپرتی‌های مختلفی داشته باشه. این برای ما آزادی عمل بیشتری رو میده. توی ردوزز هم کالر داریم هم ایمیج داریم. توی ریموزز ایمیج رو نداریم. پس همون ایمیج پلیس هولدر ما که توی دیفالت قرار دادیم واسش قرار میگیره. و توی ریموزز هم کالر رو نداریم. پس کالر هم همون کالر دیفالتش قرار میگیره. اینجا من اومدم فقط سه تا اینستانس تعریف کردم، رد روزز، رینبو روزز و ارگون روزز که با یک نیو بعد همون سینگل فلاور رو بهش داره و یک سری متغیر هم توی جلوش بهش داره. بعد هم یک سری کنسول دات لاگ گذاشتیم، کنسول دات لاگ که بتونیم این مدل هایی که ساختیم رو توی اون محیط دیباگر بروزرمون ببینیم. توی این کنسول دات لاگ هم میاد اول اینا رو تبدیل به جیسون میکنه، این مدل هامون رو یکی یکی مدل هامون به جیسون تبدیل میشن و به کنسول دات لاگ فرستاده میشن. خب من هم فایل این همون فایل index.html ما هستش که خالی بود، هیچی توش قرار ندادیم، فقط یه تیکه بالا رو قرار دادیم که گفتیم خالی خالی هم نباشه، پس هیچ داده بکبونی توش قرار نداد. کنسول دات لاگ که اجرا میشه توی flower.app سه تا آبجکت به ما میده. این آبجکت ها رو هر کدومش رو که باز کنیم اون متغیرهای ما، اون پروپرتی ما توش هستن. اولی کالرش، ایمیجش، لینکش، نیمش، پرسش و همینطور برای اونی که میبینید اونایی رو که ما بهش ندادیم، مثلا برای دومی ما ایمیج رو بهش ندادیم، خودش دیفالت پلیس هولدر بودش. توی سومی کالر رو بهش ندادیم که اینجا هم کالر رو واسهش پیشفرض قرار. پس خیلی راحت ما میتونیم یک مدل رو تعریف کنیم، متغیرهای خودمون رو بهش بدیم و به پروپرتی‌هایی که توی اون مدل هستن دسترسی داشته باشیم. خب حالا ما اگر بخوایم این مدلمون رو یک مقداری توسعه بدیم، از اون حالت ساده ساده یک مقداری توسعهش بدیم که یک سری کارهای بیشتری برای ما انجام بدیم. قسمت دیفالت رو توی قسمت قبلی قرار دادیم. اینجا اومدیم یک اینیشیالایز بهش اضافه کردیم. اینیشیالایز هر باری که اون اینستنس ساخته میشه این اینیشیالایز اجرا میشه. یعنی برای ما الان اونجا توی فلاور اپمون سه تا اینستنس داشتیم، پس سه بار اینیشیالایز تعریف میشه، برای هر کدومشون تعریف میشه. اینجا هم توی اینیشیالایزش یک کنسول دات لاگ گذاشتیم که میخوایم یک سری از اون پروپرتی‌هاش رو برای ما چاپ کنیم. یک چیزی که اینجا استفاده کردیم this.get رو استفاده کردیم، این هم جزء تابع پیش‌فرض خود بک‌بون هست. this.get name یعنی میره اون پروپرتی name رو پیدا میکنه، مقدارش رو برای ما برمیگردونه که میخوام توی console.log پرابش بدیم که بتونیم اینو توی خروجیمون چاپش کنیم. بعدش اومدم یک this.on قرار دادم. اینجا event هست، on برای تعریف event هامون استفاده میشه. this.on اول به صورت یک رشته اون ایونتی که میخوایم رو بهش میدیم، بعد هم فانکشنی که میخوایم اجرا بشه وقتی که اون ایونت به وجود میاد یا تریگر میشه اون فانکشن اجرا بشه قسمت دومش. اینجا هر وقت که یک چینج، یک تغییری توی این مدل ما صورت بگیره یک کنسول دات لاگ فراخوانی میشه. یعنی اگر که حالا هر پروپرتی که تویش باشه و هر تغییری کنن اون پروپرتی ها، این یک چینج محسوب میشه و این باعث میشه که این کنسول دات لاگ رو ما داشته باشیم. حالا ما ممکنه که نخواهیم هر پروپرتی تغییر کنه این دیس دات آنمون، این چینجمون فراخوانی شه. ما میتونیم چینج رو هم کاستومایزش کنیم، یعنی بگیم هر وقت که پروپرتی پرایس تغییر کرد اگر این رو بخوایم از این قسمت بعدی استفاده میکنیم. پس اون قسمت اول برای اینکه هر پروپرتی تغییر کنه، این قسمت دوم برای اینه که فقط پروپرتی پرایس تغییر کنه. ایونت های دیگه هم وجود داره، اد هست، ریموف هست، موس کلیک هست، هر ایونتی که بخوایم اینجا وجود داره و اگر هم نباشه ما خودمون میتونیم واسهش تعریف کنیم، یعنی ایونت هامون هم اکستند کنیم، قرار نیست فقط ایونت های پیش فرض استفاده کنیم. به این کنسول دات لاگ هم دقت کنید، توی اینیشیالایز نیم و پرایسشون چاپ میشه، توی چینج خالی فقط میگه که یه چیزی تغییر کرده، توی آخری هم میگه که این با این نیم
این قیمت هم تغییر کرده. پس سه تا کنسول دات لاگ ما خواهیم داشت. خب فایل اصلیمون فلاور اپ دات جی اس رو تغییر میدیم، همون تعریف های اولیه توش وجود داره، سه تا اینستنسمون که از سینگل فلاور تعریف کرده بودیم وجود داره. توی قسمت آخر فقط اومدیم که یک متد دات ست رو استفاده کنیم. همونطوری که دات گت میرون پروپرتی رو به ما میده، دات ست میرون پروپرتی رو برای ما تغییر میده. فقط یه فرق وجود داره که اگه اون پروپرتی وجود نداشته باشه، اون پروپرتی هم ساخته میشه. یعنی میره پروپرتی پرایس رو توی رینبو روزز دنبالش میگرده، اگر بود مقدارش مساوی 20 قرار میده، اگر نبود یه پروپرتی پرایس به رینبو روزز اضافه میشه و مقدارش 20 میشه. پس این هم این خط رو هم انجام میشه. خب حالا اگه بخوایم بریم خروجیمون رو توی فایل index.html رو ببینیم، اینجا میبینیم که اول توی قسمت اول این قسمتی هستش که توی initializeمون console.log هستش که توی initialize فراخوانی شده، چاپ شده. قسمت دوم برای گل دوم هست، چون ما سه تا اینستنس ساختیم، سه تا console.log داریم. بعدی برای وقتی هستش که ما یک چنج داشتیم، چنج پرایس داشتیم، چنج پرایس که تغییر کرده، اون ایونتمون فراخوانی شده، این خط چاپ شده و بعدی هم یک چنج کلی داشتیم. پس چون ما درسته که یک چنج پرایس رو به صورت خاص تعریف کرده بودیم، ولی چون چنج رو به صورت کلی هم تعریف کرده بودیم، هر دو تا ایونت تغییر شدن. اینو نمی‌تونید و بهش دقت کنید. پس این هم خروجی مدل اومد. تا اینجا پس یک تعریف ساده رو از مدل داشتیم، یک مدل ساده رو تعریف کردیم، اکستندش کردیم، اینیشیالایز واسش گفتیم و یک سری ایونت ساده رو هم واسش قرار دادیم. قسمت بعدی ما میشه کالکشنز. حالا میخوایم این مدل رو که داریم، این سه تا مدل مختلفی که الان تعریف کردیم، همه اینا رو توی یک کالکشن قرار بدیم که بتونیم همشون رو با هم دسترسی داشته باشیم. مثل مدل کالکشن هم خیلی راحت تعریف میشه. فلاور کالکشن رو اینجا تعریف کردیم، خیلی راحت backbone.collection.extend میکنه. پس کالکشن توی backbone وجود داره، ما فقط نیم extendش میکنیم، اون خصوصیاتی که میخوایم رو بهش اضافه میکنیم، توابعی که میخوایم رو هم بهش اضافه میکنیم، همزمان توابعی رو هم که به صورت پیش‌فرض توش وجود داره رو استفاده میکنیم. یک قسمت مهمی که توی کالکشن وجود داره و حتما باید قرار داشته باشه اینه که اول باید مدل رو واسهش تعریف کنیم، یعنی این کالکشنی که داره تعریف میشه بر اساس چه مدلی هست. دقت کنید، کالکشن میشه گفت یک آرایه از مدل ها میخواهد، اگه بخواهد خیلی ساعت خیلی راحت تعریف شد. پس باید مدل پایه رو تعریف کنیم. بعد که تعریف کردیم، الان ما کالکشنمون رو خیلی راحت اینجا داریم، این یک کالکشن هست به صورت خیلی ساده. بعد ما باید به این کالکشنمون اون اینستنس هایی که از مدلمون وجود داره رو بهش اد کنیم. این اد میتونه به صورت یک آرایه انجام بشه یا به صورت تکی انجام بشه. بعد که بهش اد کردیم، ما امکان ریموف هم خواهیم داشت. پس کاملا مثل یک آرایه باش عمل کنیم. خب همون فایل فلاور اپمون هستش که من اون کنسول دات لاگ پایینش و چنجش رو که دات ستی که وجود داشت رو ازش حذف کردم و پایینش از خط 23 یک سری کدهای دیگه بهش اضافه کرد. پس اون سطح بالایی سه تا اینستنس از مدل سینگل فلاور تعریف شده. توی خط 23 شروع میکنیم به تعریف کالکشن. کالکشنمون فلاور گروپ هست، همون فلاور دات کالکشنمون رو فراخوانی میکنیم و یک سری مدل رو بهش میدیم. الان من اینجا رد روزز و رینبو روزز رو بهش به صورت آرایه بهش دادم. این الان پس فلاور گروپ ما رد روزز و رینبو روزز رو داره. ما میتونیم بعداً هم اد داشته باشیم. فلاور گروپ دات اد رو داریم، ایردوم روزز رو بهش اضافه میکنیم. پس تا اینجا الان فلاور گروپ ما هر سه تا مدل رو داره. بعد فلاور گروپ دات ریموو رو استفاده کردیم، رد روزز رو ازش حذف کردیم. پس اول رد روزز و رینبو روزز اضافه شد، به صورت اون اینیشیالایز اولیه بهش اضافه شده. بعد ایریدیوم روزز اضافه شده، بعد رد روزز ازش حذف شده. بعد هم در انتها برای دیدن خروجی یک کنسول دات لاگ داریم.
فلاور گروپمون رو تبدیل به جیسون میکنیم و این جیسون رو توی خروجی چاپ میکنیم. الان خروجی رو هم اینجا داریم. این سه خط اول برای اینه که اون سه تا مدل که ساخته میشن، این سه تا خط اول چاپ میشن و در آخر هم این کالکشن ما هستش که چاپ شده. دو تا بود، یک گل دیگه بهش اضافه شد، سه تا شدن و یکیش هست شد، الان دو تا هستن. الان رینبو روزز و ایریوم روز درش وجود داره. ولی رید روز رو که حذف کردیم توش نیست. و پروپرتی‌هاش هم همون پروپرتی هستش که اونجا تعریف کردیم. پس تا اینجا ما خیلی راحت یک کالکشن رو تعریف کردیم به صورت اولیه، بهش مقدار دادیم، مقادیرش رو تغییر دادیم و مقدارش هم توی خروجی حالا چاپ کردیم. تا اینجا پس هم مدل رو تعریف کردیم هم کالکشن. ولی اگه تا اینجا دقت کرده باشید همه خروجی ما توی کنسول دات لوگ بوده، توی این قسمت دیباگر بوده، یعنی هیچ ویوی وجود نداشته، فقط یک کدی بوده که اجرا شده و یک خروجی رو به وجود آورده و توی کنسول اونو نمایشش داده. اینجا قسمت مهمتر و اساسی ترش وارد میشه. مدل و کالکشن فقط برای ذخیره سازی و کار کردن با داده هستش. قسمت مهمترش ویو هستش که حالا ما این داده هامون رو چطور نمایش بدیم. ویو شامل قوانین انتقال داده به HTML ما هستش، یعنی رابطه بین اون چیزی هستش که تا اینجا ساختیم با فایل، با اون فایل HTML ما هستش. المان ها رو میتونه از HTML ما انتخاب کنه، المان رو میتونه اگه وجود نداشته باشه بسازه و ما میتونیم کنترل کنیم که چه متدهایی به چه صورتی این انتقال داده رو از مدلمون، کالکشنمون به HTML برات داشته باشه. ما احتیاج داریم که یک تمپلیت داشته باشیم که این داده هامون رو توی اون بریزیم، داده هایی که از مدل میاد رو توی اون بریزیم. حالا اینا رو جلوتر هم توضیح میدم که تمپلیت چی هستش و چطور باش کار میکنیم. کلن تمپلیت یک قسمتی از یک HTML هستش، یک نیمه شبه کد هست. HTML همه چیزاش ثابت هست، هیچ تابعی توش وجود نداره، ولی توی تمپلیت ما یک سری تابعی ساده رو میتونیم داشته باشیم. مثلا if else داشته باشیم، حلقه داشته باشیم، for each داشته باشیم، for داشته باشیم، همه اینا رو میتونیم داشته باشیم. برای ساختن تمپلیت ابزارهای مختلفی هستش، یکیش underscore، یکیش handlebar و یکی هم mustache. اینجا ما الان از چون کارمون خیلی ساده هستش از underscore استفاده میکنیم، ولی handlebar معمولتر هست و امکانات بیشتری رو برای ساختن تمپلیت و کار کردن تمپلیت HTML برای ما فراهم میکنه. ولی ما اینجا چون میخوایم یک کار خیلی ساده رو انجام بدیم از underscore استفاده میکنیم. از تابع render استفاده میکنیم برای ساختن HTML ما. ما میتونیم تمام HTML مون یا قسمتی از HTML مون رو بسازیم. انتقال داده مدل به صفحه وب رو کنترل میکنیم از طریق ویو. مدلامون رو ما فعلا توی یه تگ آرتیکل میریزیم توی فایل HTML مون، تو صفحه HTML مون. کالکشنمون هم توی یک تگ سیکشن میریزیم، فقط برای اینکه الان گذاشتم که بدیم کدامون به چه صورتی داره فرق. خب اینجا فایل سینگل فلاورمون رو یک مقدار تغییر دادم، اون قسمت های initialize.on که برای فقط بررسی بودن و ببینیم کد چطور دنبال میشه بود، اونا رو حذفش کردم، به اون حالت اولیه قرارش دادم، فقط یه دیفالت ساده داره. پس initialize و this.on رو حذف کردم. این هم فایل HTML ما هستش. فعلا دو تا دایل قرار دادم که اینا رو بعدا جلو